باستان مومیایی شده. من چند نمونه میخوام بیارم. یکی رمسس اول هست در همین امریکا. متوجه میشن در یک موزه که این پیکر متعلق به رمسس هست، رمسس اول هست، با یک سری مراسم باشکوه وارد مصر میشه و امروز در قاهره هست. ما رمسس دوم رو داریم، زمانی که انور السادات برای ترمیم پیکر اون رو به پاریس میفرسته و اونجا با یک مراسم فوق‌العاده نظامی و رسمی به عنوان رهبر مصر روبرو میشه. اما چرا مصری ها مومیایی میکردند و چرا شاید به همین دلیل پیکر رضا شاه بزرگ مومیایی شده؟ اول مصر باستان رو ما بایستی دوباره بشناسیم. ادیان ابراهیمی به خصوص یک عذرخواهی به فراعنه مصر بدهکار هستند. ما تاریخ مصر باستان رو تحریف کردیم و یک جای بایستی جلوی اینها وایساد. اول مومیایی کردن روی خرافات سوار نشده، روی یک فرهنگ ثروتمند سوار شده، فرهنگی که اگر به موزیک اون شما گوش کنید بالای 4000 و 3000 سال پیش، اگر شما به هنر اون، نقاشی، مد، میکاپ، حقوق زنان، حقوق کودکان، حقوق حیوانات نگاه بکنید، اون وقت یواش یواش این فلسفه مومیایی کردن رو هم درک میکنید. اول مصر باستان به اعتقاد من شاید تنها تمدنی هست که در عین اینکه عاشق زندگی هست، عاشق زندگی هستند، اما از مرگ حراسی ندارند و خودشون رو آماده میکنن به استقبال دنیای پس از مرگ. و به خاطر همین مومیایی کردن برخلاف شایعات مختص به فراعنه مصر نیست. و بعد این فرعون هم ما بایستی یاد بگیریم که فکر نکنیم یک واژه بد هست. هر وقت که ما میخوایم از یک چیز منفی صحبت میکنیم، اونها رو از واژه فرعون استفاده میکنیم. اول همه ما به فراعنه مصر بدهکار هستیم. فراعنه مصر نه تنها به مصر باستان خدمت کردند، به ماها هم خدمت کردند، به علم و به گسترش علم خدمت کردند. و به خاطر همین هم هست که بایستی واقعا اونها رو دوباره شناخت. ما 7 فرعون زن در مصر باستان داریم. برجسته ترین اونها حتشپسوت هست، زنی که در زمان اون شما آموزش و پرورش مجانی رو برای خردسالان میبینید، پیشرفت علم، علم معماری، علم پزشکی. ما مریبتا رو داریم، وزیر زنان، پسسهد رو داریم، وزیر بهداشت، اینا همه زن هستند. بالای 4700 سال پیش ما هسیرا رو داریم، امهوتپ رو داریم. و بعد اگر شما به هرم خوفو نگاه کنید که بالای 4500 سال پیش در مصر باستان در گیزا هست، خوشبختانه اینا هنوز همه دست نخورده هستند. یعنی اگر کسی فکر میکنه که اینها داستان سازی هست، کافی است که یک سفر کنه. خب همین، بنابراین بپایه گفته های دکتر حسام نوذری ضرورت داره که ما دوباره یک بار تاریخ رو وارسی بکنیم. تمام اطلاعاتی که درباره تاریخ به ما دادن اغلب از سوی شرق‌شناسان بوده و بیشتر در جهت تغییر ما مردمان مشرق زمین بودیم، کما اینکه مسیحا قربانیاشن. ما خود ما امروزه وقتی تاریخ دوران رضا شاه رو مرور میکنیم، یا این همه ابراز احساسات رو در نسل جوان مشاهده میکنیم که داره عذرخواهی میکنه از یک شخصیت نشون میدیم، ما قربانی شدیم. ما دکتر نوذری، باز برگردیم به مومیایی و ارتباط پیدا میکنه، بعدا توضیح میدم چرا به رضا شاه بزرگ. اول هیچ فرعونی در مصر ادعای خدایی نکرده. شما یک فرعون پیدا کنید که گفته باشه من خدا هستم. درست برعکس، زمانی که فراعنه مصر یا مردم مصر مومیایی میشن، این مراسم 70 روز طول میکشه و این مراسم با احترام بسیار باشکوه و زیبایی آغاز میشه. شستن پیکر هست با شراب و با عطر. موی بدن همه زائل میشه، چون مصر باستان معتقد بودند که مو، ریش و سیبیل و موهای زائد باعث عفونت میشه. احشای داخلی بدن خارج میشه، مغز خارج میشه، اما قلب بعد از مومیایی شدن به درون بدن باز میگرده. چرا؟ چون بعد از مرگ مصری ها معتقد بودند که یک ترازو در مقابل شما قرار میدن. در یک کفه این ترازو یک پر هست، پر یک پرنده، و در کفه دیگه اون ترازو قلب شما هست و وای به حال شما اگر قلب شما سنگین تر باشه. و از فراعنه مصر این پرسش ها میشه،
از رمسس، از هچیپسوت، از کینگ توت، از اخناتن، از خوفو که آیا قحطی در مصر شد یا نه و اگر شد چه کار کردید؟ آیا دروغ گفتید؟ آیا خیانت کردید؟ پرسش‌های واقعا بسیار ژرف و زیبایی هست. اما اینجا یه مکس میکنم، گفتم احترام به پیکر. برگردیم به 4500 سال پیش. اول شما موزیک رو نگاه کنید در مصر باستان. موزیک در مصر باستان، رنگ در مصر باستان و هنر در مصر باستان. ما صبر باستی بکنیم تا دوره رنسانس، تا در اروپا بالاخره رنگ نارنجی، زرد و قرمز رو ببینیم. اگر شما به موزه های اروپا برید و به تابلوهای نقاشی پیش از اون نگاه کنید، کدر. همه کدر، قهوه‌ای و سیاه است. حالا بریم به مصر باستان و همه خوشبختانه دست نخورده است و من یکی دوتا صحبت نمی کنم. ما داریم راجبه به صدها هزار اثر باستانی صحبت می کنیم. امروز مصر، مصر باستان رو اگر شما یک طرف بگذارید، تمام دنیا رو یک طرف بگذارید در مورد آثار باستانی، مصر برنده میشه و دست نخورده است. اما شما در مصر باستان رنگ بنفش رو می بینید، شما رنگ زرد رو می بینید، رنگ نارنجی رو می بینید. بنابراین مصر عاشق زندگی هست، اما از مرگ حراسی نداره. قلب برگردونه شده به داخل بدن، درون بدن رو با سمق، با عسل، میدونید عسل رادیو اکتیف هست، عسل رو اگر شما 100 سالم بگذارید روی میز عفونتی پیدا نمیکنه. این نمکی رو که در مورد رضا شاه بزرگ هم استفاده شده، خود من شخصا آزمایش کردم، در اون بالای 65 عنصر هست. یعنی نمک آشپزخانه نیست، سدیم کلور نیست، در اون شما 65 عنصر میبینید که تعدادی از این عنصرها، باز این رو خود من با همکارانمون آزمایش کردیم، که اینها جلوی بیان میکروب ها رو میگیرند، جلوی بیان میکروب ها رو میگیرند و بدن رو حفظ میکنند. و به خاطر همین اگر این پیکر، پیکر منسوب به رضا شاه واقعیت داشته باشه، هنوز جای امید هست که اون رو بشه نجات داد و بلافاصله بایستی در ازوت قرار بگیره، در یک جعبه شیشه ای تا برای همیشه باقی بمونه و در این حال دوستداران اون بتونن اون رو از نزدیک ببینن. متاسفانه پیشنهاد شده بود که به جمهوری اسلامی که جسد رو کفن و دفن بکنه. این نقض غرض رضا شاه مومیایی شده که حفظ بشه، نگاهداری بشه در محفظه مناسب، برای اینکه مردم برن اون رو ببینن و مورد احترام قرار بدن. با فلسفه که دکتر نوذری به نظرم از مصر باستان به دست دادن بیشتر مشهود میشه، هدفی که در واقع مبتکران این کار داشتن در مورد مومیایی کردن رضا شاه یا هر شخصیت مهم و برجسته دیگری. الان ما تعداد شخصیت تاریخی داریم که اینا مومیایی شدن. لنین یکی از اونهاست، کیم ایل سونگ اگر اشتباه نکنم پدر هم آقای کیم یونگ اونگ یکی دیگه از اونهاست در کره شمالی. ببینید، بخت یا اقبال یا شانس یا حادثه، اینها همه واقعیت های روی کره زمین هستند، اما تنها در قلم روی علم هست که مفهوم پیدا میکنه. بنابراین روز یک شنبه مدیریت دکتر علی نیری در ایرواین اورنج کانتی، همین یک شنبه ساعت 3 بعد از ظهر، دکتر نیری از دیدگاه فیزیک مدرن به ذرات نگاه میکنن و من از دید بیولوژیک. میدونید که عناصر حیات ما در خود کهکشان ما همشون ساخته نشدن. کهکشان ما، سامانه خورشیدی ما زور و توان و اون نیروی این رو نداره که بتونه این عناصر رو بسازه. شما نیازمند به یک چگالی بالا هستید و درجه حرارت بالا و فشار بالا. برای مثال اتم هیدروژنی که امروز در بدن شما هست بالای 13 میلیارد سال عمر داره، اون زمان هست که ساخته شده. بنابراین اگر من از شما بپرسم شما چند سالتون هست یا از دامون عزیز بپرسم، ماها واقعا این سنی نیستیم که فکر میکنیم. ما میلیاردها سل داریم. برای مثال بالای 5 میلیارد سال پیش ما دو کهکشان داریم که با هم ترکیب میشن، نه برخورد نه تصادف، و بر اثر اون اکسیژن ایجاد میشه، نوکلئوسنتز ایجاد میشه، و این عنصر میلیاردها 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 کیلومتر، هر چقدر بگم کم گفتم، سفر میکنه تا در کهکشان ما به یک سر سوزن میرسه.
و اسم اون سر سوزن هست کره زمین. و در این کره زمین که مثل یک سر سوزن در عالم ما هست، به من و به شما و به موجودات دیگه، به بینندگان شما حیات میده. بنابراین روی کره زمین ما حیات نتیجه جنبش هست، حرکت هست، و ما نیازمند به یک فیزیکدان کوانتوم هستیم که این رو برای شرح به زبان ساده، اما نیازمند به آزادی هم هستیم، آزادی در حرکت. اگر این آزادی در حرکت نبود، اگر این ترکیب ها نبود، این عناصر بعداً به اتم و به مولکول های بزرگتر نمیتونستن که حیات بدن. و باز تکرار میکنم، سامانه خورشیدی ما یا کهکشان خود ما حتی زور این رو نداره، قدرت این رو نداره که این اتم ها رو، این عناصر رو تولید بکنه. اما از جای دیگه شما نیازمند به ستارگانی هستید که دارای حجم بالایی باشند. ما دارای 3 تریلیون کهکشان هستیم. هر کهکشانی دارای 200 میلیارد خورشید هست. و خورشید و کهکشان ما، کهکشان راه شیری یکی از کوچکترین ها هست. اما در همین کهکشان خود ما به اندازه کافی ما خورشیدهای بزرگ نداریم که بتونن تمام این عناصر رو تولید کنند. بنابراین عناصر در کهکشان ما ساخته شدن، اما از کهکشان‌های دیگه هم اومدن. به خاطر همین هم هست که من همیشه میگم که کره زمین مادر ما نیست. کره زمین دایه ما هست. دایه بچه کائنات. دقیقاً. و دایه من فرزند کائنات. دایه عزیزتر از مادر، اما مادر ما نیست. بنابراین لازم هست که جوانان ایران، این به خصوص برای جوانهای ایران هست، چون این رو در اختیار اونها قرار خواهیم داد و دنبال میکنن ما رو، که بدونن که واقعا علم زیباترین دستاورد انسان هست. علم زیباترین دستاورد انسان هست. انسان تنها موجودی نیست که دارای فرهنگ هست. انسان هنر رو اختراع نکرده. انسان اگر شما به گذشته کره زمین نگاه کنید، میبینید که عشق حتی پیش از حضور انسان روی کره زمین حضور داره. اگر شما به 10 میلیون سال پیش سفر کنید، شما حضور فداکاری رو میبینید روی کره زمین، اما هنوز انسانی روی کره زمین نیست. اگر شما به 400 میلیون سال پیش مراجعه بکنید، شما حضور هنر رو میتونید ببینید، نه توسط خود ما. شما رقص رو در یک عنکبوت میبینید، شما ترانه خوانی رو در یک خفاش میبینید، شما مادری رو در یک دلفین میبینید. شما اگر یک شیر دریایی رو از بچهش جدا کنید، اعتصاب غذا میکنه تا حد مرگ، اعتصاب غذا در حد مرگ. اما انسان یک سعادتی نصیبش شده. انسان به قدرت خیال پردازی، به قدرت پرواز در دنیای خیال موفق شده که تولید کننده یک فرهنگ والاتری باشه. اما خود ما به تنهایی قادر نیستیم که به فضا بریم. خود ما به تنهایی قادر نیستیم به دل دریا بریم. ما روی شانه های همدیگه وایستادیم. و روی شانه های همدیگه وایستادن یعنی اینکه ما نیازمند به ارتباط هستیم. و نیازمند به ارتباط یعنی اینکه ما نیازمند به واژه، به بیان هستیم. و به خاطر این هم هست که واقعا ارتباط و بیان یکی از مهمترین حادثه‌ای هست که روی کره زمین اتفاق افتاده. اما برای اینکه بتونیم این ارتباط رو ایجاد کنیم و جوانهای ما این عشق امروز به خصوص نشون میدن، این هست که این ارتباط باید پایه و اساس علمی داشته باشه، یک نگاه علمی داشته باشیم به تاریخ، نگاه علمی به امروز خودمون، تا بتونیم آینده خودمون و آینده ایران عزیز رو بسازیم.